تنصیف شکایات انتخاباتی در 16 بخش فیفا حرکت کمیسیون شکایات انتخاباتی کند است و واکنش ها در برابر پیروزی حسین بخش سفری. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایین ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. تنصیف شکایات انتخاباتی در 16 بخش فیفا حرکت کمیسیون شکایات انتخاباتی کند است. خلیل عزیز، دسامبر 3، 2019. کار ارسال هزاران مورد شکایت در پیوند به نتیجه ابتدایی انتخابات از دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی به دفترهای ولایتی این کمیسیون ناوقت روز یکشنبه پایان یافت. محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز گذشته در صحبت با روزنامه 8 صبح احتمال داد که کار دستبندی این شکایت در 16 بخش در دفترهای ولایتی این کمیسیون در جریان ارسال شکایت از مرکز به ولایات نیز تکمیل شده باشد. فیاض تصریح کرد که هرگاه کار در بخش دستبندی شکایت باقی نمانده باشد، روند رسیدگی به شکایات مربوط به نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نیز روز دوشنبه 9 جدی آغاز خواهد شد. او گفت که برای تکمیل این مرحله 15 روز کاری در نظر گرفته شده است. نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 1 جدی از جانب کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد. در پیوند به این نتیجه 16500 مورد شکایت ثبت شده است. بخش بیشتر از این شکایات در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی و دفتر ولایتی این کمیسیون در کابل ثبت شده است. این شکایات در 16 دسته تنصیف شده است. تفاوت آرای بایومتریکی با فرم نتایج، افزایش آرا به نفع یک یا چند نامزد، کاهش آرا به نفع یا ضرر یک یا چند نامزد، شمارش آرای یک نامزد برای نامزد دیگر، استفاده رای پیش از وقت، استفاده رای بعد از وقت، آرای بدون مشخصات بایومتریکی، ابطال آرای یک محل بدون دلیل، مفقود شدن فرم نتایج، تغییر در فرم نتایج بعد از بازشماری آرا، آرای مشکوک، شکایات ناشی از دستگاه بایومتریک، شکایات غیر موجه یا غیر قابل سم، جانبداری کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات در جریان بازشماری آرا در غیاب ناظران و آخرین دسته هم به مورد متفرقه این شکایات اختصاص دارد. طبق معلومات محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، بیشترین شکایات ثبت شده مربوط به 7 بخش نخست از این 16 بخش می شود. او گفت که دستکاری در آرای نامزدان که از آن شکایت شده است جرم انتخاباتی است. فیاض همچنان تاکید کرد که برای کمیسیون شکایات انتخاباتی تنها آرای بایومتریکی مدار اعتبار است. محمد رضا فیاض از جانب دیگر یادآوری کرد که کمیسیون شکایات انتخاباتی در صورت نیاز از کمپانی در ملوک نیز در جریان رسیدگی به شکایات طالب همکاری خواهد شد. فیاض گفت که هرچند طرف قرارداد کمپانی در ملوک کمیسیون مستقل انتخابات است، اما کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز می تواند برای روشن ساختن بعضی از موارد از این کمپانی معلومات مطالبه کند. این معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان گفت که دروازه های دفترهای این کمیسیون برای نظارت از روند رسیدگی به شکایات برای تمامی رسانه ها، نهادهای ناظر بر انتخابات و دسته های انتخاباتی باز است. او تاکید کرد که برای نظارت از رسیدگی به شکایات محدودیتی وجود ندارد و نظارت از این روند به شفافیت آن کمک خواهند کرد. ثبت 16500 مورد شکایت برای کمیسیون شکایات انتخاباتی غیر منتظره بوده است. با این حال این کمیسیون برای افزایش نیروهای انسانی به هدف رسیدگی در میعاد مقرر به این شکایت تاکنون تصمیم اتخاذ نکرده است. فیاض گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال حاضر مصمم است با کارکنان کنونی خود به این شکایات رسیدگی کند. او از جانب دیگر خاطر نشان ساخت در صورتی که این کارکنان برای رسیدگی به شکایات به زمان بیشتر نیاز داشته باشند، در آن صورت کوشش خواهد شد این مهلت تمدید شود، زیرا کمیسیون تصمیم دارد دقت را قربانی سرعت نکند. با این حال یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید که حرکت کمیسیون شکایات انتخاباتی برای رسیدگی به شکایات کند است. او گفت که فیفا نگران آن است که کمیسیون شکایات انتخاباتی نتواند در موعد مقرر کارش را تمام کند. رشید خاطر نشان ساخت در صورتی که کار رسیدگی به شکایات در دفترهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی
در مهلت زمان 15 روزه و پایان نرسد، این موضوع به یک جنجال تازه در روند انتخابات منتج خواهد شد. او تاکید کرد که عبور از این مهلت زمانی به معنای نقض قانون است و هیچ تردیدی نیست که نامزدان نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نشینند. رئیس اجرایی فیفا از جانب دیگر از زمینه‌هایی که تاکنون برای نظارت این نهاد از کار کمیسیون شکایات انتخاباتی فراهم بوده است ابراز رضایت کرد. رشید افزود که فیفا آماده است در روزهای آینده از روند رسیدگی به شکایات هم در مرکز و هم در ولایات نظارت کند. به شکایات مربوط به نتیجه ابتدایی انتخابات در گام نخست برای 15 روز در دفترهای ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیدگی می شود. هرگاه فیصله های این دفتر قناعت بخش واقع نشود، در آن صورت به نامزدان برای 3 روز مهلت استیناف خواهی داده می شود. برای رسیدگی به اعتراضات در مرحله استیناف خواهی نیز 15 روز زمان در نظر گرفته شده است. رسیدگی به این اعتراض این بار توسط دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی انجام می شود. پس از تکمیل این مرحله فیصله نهایی درباره نتیجه انتخابات اعلام می شود. به این ترتیب تا اعلام نتیجه نهایی انتخابات ششم میزان و بیش از یک ماه دیگر زمان نیاز است. واکنش ها در برابر پیروزی حسین بخش سفری. سیهوندری می نویسد ویلز پیروزی حسین بخش سفری را تبریک گفت. معاون وزارت خارجه امریکا برای آسیای مرکزی و جنوبی پیروزی هفته گذشته حسین بخش سفری را به مردم افغانستان تبریک گفته است. ایلیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا مسابقه این ورزشکار جوان کشور را الهام بخش توصیف کرده و آن را نشان دهنده عزم جوانان افغانستان دانسته است. مسعود اندرابی می نویسد رهبری وزارت امور داخله پیروزی حسین بخش سفری را برای ملت افغانستان مبارک می گویند. ریاست دفتر مسعود اندرابی وزیر امور داخله. حاجی احمد رحمانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است پیروزی حسین بخش سفری مبارک باد. برد شیرین حسین بخش سفری را در مقابل حریف روسیش بر کافه ملت دردیده و مصیبت آشنای افغانستان مبارک می گویم. با سپاس حاجی اجمل رحمانی نماینده مستقل مردم کابل در مجلس نمایندگان. همچنان عارف رحمانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است سیاست را مانند ورزش بسازید. بعضی ها می گویند باید ورزش را از سیاست جدا کنید، یا می گویند باید بیماری های سیاسی و قومی را از ورزش جدا کنید. من اما می پرسم چرا تعارف می کنید و چرا به انحراف می روید؟ چرا نمی گوید باید عرصه سیاست کشور را با تامین عدالت، برابری، شایسته سالاری و رعایت انصاف مانند عرصه ورزش فرصت برای درخشش های ملی ساخت؟ من باور دارم که حسین بخش سفری باید الگوی برای تمام مردم افغانستان به ویژه سیاستمداران کشور باشد. باید سیاسون ما نیز مانند این جوان پولادین و مهربان برای افغانستان بیاندیشند و با سخت کوشی و نیتها و دستهای پاک برای این کشور خسته از رنج و فقر و ناامنی و جور و جفای خیش و بیگانه کار و رفتار نمایند. آره، باید عرصه سیاست افغانستان را مانند عرصه ورزش کشور زمینه و جلوه دستاوردهای ملی و ستایش برانگیز نمود. تشکر از توجهتون. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.